برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. دبیر کل سازمان ملل از تمدید آتش‌بس موقت در غزه استقبال کرد. آنتونیو گوترش در این حال تأکید کرده که باید آتش‌بس بشردوستانه کامل در غزه برقرار شود. آقای گوترش همچنین تأکید کرده که سازمان ملل به هر طریق ممکن از تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس فراگیر در منطقه حمایت می‌کند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل هم اعلام کرده که آنتونیو گوترش از تمامی کشورها می‌خواهد که از نفوذ خود برای پایان بخشیدن به این مناقشه استفاده کرده و از راهکار دو دولتی حمایت کند. آمیتیس رمضانی دبیر انجمن بیماری‌های عفونی و گمسیری ایران با اشاره به پیک ویروس آنفولانزا گفت این ویروس به ندرت در بزرگسالان دیده می شود و در صورت مشاهده هم علائم بسیار خفیفی دارد. وی در ادامه افزود اهمیت این ویروس در کودکان به ویژه کودکان زیر 5 سال است. هرچقدر سن کودک کمتر باشد شدت بیماری بیشتر است. همچنین در صورتی که نوزاد نارس به دنیا آمده باشد و یا از سیستم ایمنی ضعیفی برخوردار باشد و یا سن کمی داشته باشد شکل شدید بیماری مبتلا می شود. مقام‌های دولتی هند گفتند که در 2 روز گذشته صاعقه در ایالت گجرات این کشور جان 24 تن را گرفته و 23 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 6 آذر گزارش داده که ایالت گجرات در 2 روز گذشته شاهد بارش شدید باران همراه با رعد و برق بوده است. طبق گزارش ها این بارندگی ها باعث خسارت به خانه ها و تلفات احشام در سراسر ایالت گجرات نیز شده است. در ماه آگوست سال 2020 نیز 14 تن در این ایالت تنها طی 2 روز در حوادث مختلف مربوط به باران‌های شدید و سیل جان خود را از دست دادند. شعبه جدید مؤسسه فرهنگی خیریه اهل بیت لحم السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر بصره کشور عراق افتتاح شد. این دفتر در منطقه جنینه این شهر قرار دارد و در روزهای نخست افتتاح شاهد حضور جمعی از شخصیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی بود که طی حضور در این مکان افتتاح این مجموعه را تبریک گفتند. همچنین از جمله حاضران در این دفتر شیخ جلال معاش نماینده مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی بود که از سوی شیخ صادق البصری مدیر مؤسسه اهل بیت لحم السلام مورد استقبال قرار گرفت.